جوانان عزیزی که در کشورهای اروپا و آمریکا زندگی میکنین و اونجا تجارت میکنین، از افغانستان، از هر کشوری که هستین، لسان مرا میفهمین، بدانید که خدای شما زنده هست. خدای شما در هر جا کامرهایش گذاشته شده، در اونجا هم که هستین اگر شراب میفروشین، بدانید که فردا این لقمه را فرزند شما میخورد و همسر شما میخورد. چه توقع از فرزندی که لقمهش حرام باشه، پوشیدنیش حرام، نوشیدنیش حرام، چه توقع از این فرزند دارید؟ جوان تماس کشیده، اسم من محمد است. برای من میگه اسم محمد است، در یک سوپرمارکت کار میکنم در آلمان. ماری صبح در اینجا یک سوپرمارکت که کار میکنم، یک نصف این سوپرمارکت شراب است. خب به من ربطه ندارم، من فقط وقتی که به من دستور میده چند بوتل شراب میگیرم، به پلاستیک میاندازم، به دستشان میده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در شراب 10 کس را لعنت کرده است. یکیش همون کسی که حاملش است، کسی که فروشندیش است، حتی کسی که در موتر او را انتقال میده، کرایه کش است. پول شراب، پول گوشت خوک. عزیزان حسن تماس میکشن از روسیه، میگه ما اینجا در دکان کار میکنیم، گوشت خوک فروشی است. در بازار، همین بازار ما، جوانان هستن موبایل فروشی میکنن سر راه. مبدور از خوبا باشه، هر گروهی که من میگم خوبا استثناء است، باز کسی گریبان من را نگیره که ما خوب هم داشتیم، ما با خوبان کار نداریم. موبایل به جوان نشان میدهد، بهش تمام میشود، پول را میگیره، به یک سیستم بسیار تیز و سریع تبدیل میکنه او را. هر دو یک رنگ جور شدگی است، یکیش کور خالیس، دیگرش موبایل، و دستش میته و خود گم میکنه. این جوان بیچاره میپاله که کجا شد این موبایل، تو هنوز جور بود، حالا چطور خراب شد؟ من از شما جوانا پرسام میکنم، هست یا نیست؟ با آواز بلند میشتم، ای جوان عزیز، تو این لقمه را به کی میبری؟ به مادرت؟ تو این لقمه را به کی میبری؟ به پدرت؟ تو دوست داری اینها بسوزن؟ این لقمه رو به کی میبری؟ به پسرت که نو تازه حرف میزند، الله الله میگوید، کلمه میخواند. تو با این لقمه ای که بردی زندگی اون فرزند خود را نابود کردی، اسمش را گذاشتی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، محمد، احمد، چی برایش میخورانی؟ خوشحالم هستی که خوب کلا گذاشتو. چی امروز در خرید و فروش بازار قضاوت به دست شما؟ من که فقط میشنوم. شما بروین اونجا، چه خیانتی که جریان داره، در هیچ صداقت نیست. ژاپنی گفته میفروشن پسترین مال پاکستانی است. کسی که فکر خوب نداره، از صحرا آمده، از بیابان آمده، از کوه آمده، یک مسلمان ساده است، اینی که گیر میکنن با تلاش میکنن که اضافه تر پولش بگیرن و تلپت دکان خود را برش بفروشن. شاید باز بگوین الحمدلله ما مسلمانی. چرا امروز در عبادت ما لذت نیست؟ باور که جوان توبه کرده، گریه میکند، باز میگه من قرآن که میخوانم لذت برم نیست، نماز میخوانم لذت برم نیست، روزه میگیرم لذت نیست. چند روز، یک هفته، بعد از یک هفته باز دیگه میرود. خیلی جوان ها بودن اینجا، آمدن توبه کردن، پس دوباره رفتن نفر اول شدن. چرا؟ لقمه حرام. این کانال رو ببند، این دریچه رو ببند که حوز شکم تو را نابود کرده، اون قلبی که در درون توست با این لقمه های حرام گرد و غبار گرفته. حضرت سعد ابن ابی وقاص در محضر نبی رسول معظم اسلام
صلی الله علیه وسلم میگه خوب گوش کن جوان. مولوی صاحب چرا دعا میکنم دعای اثر نداره؟ چرا خدا نمیشنوه صدای من؟ اینو میگم نی بار بار دعا کردیم قبول نشد. این خواهر به من تماس کشیده میگه به من گفته بودی جناب مولانا صاحب که دعا کن، من تهجد میخوانم دعا میکنم شبها، دعا اثر نداره. قبول نشد. به من میگه قبول نشد. سعد ابن ابی وقاص میگه به محضر نبی صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله ادع الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. حدیث معجم الاوسط طبرانی است. ای رسول معظم اسلام و من دعا کن که مستجاب الدعوه شوم. رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت سعد فرمود اطب مطعمک. الله اکبر. 14 قرن پیش هنوز اجداد ما، پدران ما، نیاکان ما به دنیا نیامده بودند که رسول معظم اسلام، معلم دلسوز بشریت، راه را هموار کرده بود، مسیر را درست رهنمایی کرده بود، برای ما گفته بود وقت شما آمدین ای مسلمان ها با خبر باشین که از این راه هاست که شما گزیده می شوید. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، بر دهان و بر دلش قفل است و بند تا ننالد با خدا وقت گزند. امروز چرا دهنهای ما قفل شده، دلهای ما قفل شده؟ از کجا؟ از لقمه های حرام. یا رسول الله دعا کنین که من مستجاب و دعوه شدم. پیامبر فرمود اطب مطعمک. ای سعد درست است که تو مسلمانی، درست است که تو صحابی منی. اصحاب پیامبر رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله میگه از اصحاب پیامبر الله راضی است و اونها از الله راضی هستند، اینقدر جایگاه بلند داشتند. ولی پیامبر به سعد میگوید غره به این نشوی که ما یار نبی علیه السلام صحابه پیامبر هستم. اطب مطعمک، شکم خود را پاک کن، تکون مستجاب الدعوه. اون وقت دعایت قبول می شود، اون وقت دعایت رد نمی شود. بعدش والذی نفس محمد بیده، ای الله به امت محمد صلی الله علیه و سلم رحم بکن. یا الله به این جوانان امت رحم بکن. پروردگار و مسیر حلال را به ما نشان بده. الهی اون که حرام هست منفور ما بگردان. خدای از دست ما حرام را بگیر. والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که نفس من محمد به ید بلا کیف اوست. پیامبر فرمود هر شکمی که یک لقمه حرام به اون شکم داخل شود، الله تا 40 شبانه روز عبادتش قبول نمی کند. تا 40 شبانه روز عبادت اون قبول نمی شود. دلار داریم، افغانی داریم، جمع کردیم و جمع کردیم، کی می خوره؟ عروس. کی می خوره؟ داماد. جواب ما می گیم، کفن ما جیب نداره، هیچ چرا به همراه ما نمیبرن. کسی که یک لقمه حرام به شکمش داخل میشود، رسول خدا فرمود صلی الله علیه وسلم تا 40 شبانه روز عبادت او به درگاه خدا قبول نمیشود. لا یدخل الجنه، حدیث مستدرک حاکم است، لا یدخل الجنه لحم یا جسد غضی بالحرام. داخل جنت نمی شود جسدی که با حرام نمو کرده باشد، با حرام تغذیه شده باشد. فرزندکای خدا چقدر ما زیاد دوست داریم، دختر خدا چقدر دوست داریم، همسر خدا چقدر دوست داریم، پدر و مادر خدا چقدر دوست داریم،
وقت لقمه حرام را میبریم برش میتیم، از چل، از فریب، به چشم مسلمان خاک زدن، دروغ گفتن، فقط پول به دست بیاورد، حتی کسی را مامور کرده در دفاتر حکومت کسی را مامور میکنه که مامور خرید، برو از بازار بخر، او رفته کرده دکاندار تکلم و مکالمه میکند، با دکاندار قرار میگذارد که من این مال از دکان تو میخرم، پس در بژکش اضافه تر نوشته که 10,000 و 15,000 نوشته که 5,000 دمه آب بخوره در حالی که ماش داره. چرا؟ یک حولیم ناتمام است، یا در پول که به دست نورمی حولی را کی جور میکنه؟ حضرت عیسی در کل عمرش حولی نداشت، مسافر بود، از این شهر به آن شهر، از آن شهر به آن شهر، حتی غذا نداشت، گاهی وقت برگ درختان رو تناول میکرد، چیزی نداشت که زیر سر خود وقت خواب بانه، گاهی وقت خشت زیر سر خود میمان میخوابید. ولی وقتی میگی عیسی، بعدش هم میگی علیه الصلاة والسلام، کسی که ایمان نداشته باشد به این که عیسی پیامبر خدا هست مسلمان نیست. از چی جایگاه این مرد خدا برخوردار شد؟ خود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث 3332 ابو داود است، یک روز از یک قبرستان برگشتن، زن رسول صلی الله علیه و سلم دعوت داد که بیایید من غذای درست کردم، از غذای من بخورید. رسول معظم اسلام داخل خانه ایشان شدن، غذا را آوردن، صحابه دست را دراز کردن، پیامبر محبوبم دست دراز کرد و لقمه برداشت دهن خود گذاشت، هر چه جوید و جوید، همه صحابه دیدن که پیامبر لقمه رو میجود اما نمیتواند قرب بکند، بعد از ذهن خود بیرون کرد، گفت این گوشت گوشتی هست که از صاحبش اجازه گرفته نشده و پخته شده. زن خانه رو طلب کردم، گفتی گوشت از کجا آوردی؟ گفت یا رسول الله، من کسی را فرستادم به بازار مدینه گوسفند پیدا بکنه، گوسفند نیافتم، همسایه من گوسفند داشت، روان کردم پشت همسایه، دیدم که همسایه نیست، پشت زن همسایه روان کردم و اون گوسفند را به من فروخت در حالی که شوهرش خبر ندارد. رسول معظم اسلام فرمود اطعمیه الاسارا، این غذای متقیان و بندگان نیک خدا نیست، این را به اسرا بدهین، این را به اسرای کافری که در زندانها خوابستن به اونها بخورانین، این غذای ما نیست، بدون اجازه با پول خریده شده. حتی علما میگن اگر زنی در خانه مرغ دارد، مهمان میاد، شوهر بدون اجازه زن این مرغ را ذبح میکند، به مهمان پخته میکند، این مرد خائن است و این غذا حرام است. حال امروز 15 سال است میراث خواهرش میخوره، میگه مالی شد دعای ما قبول نمیشه، 10 سال است مال برادرای کوچک و یتیم خود را میخوره، دعای ما قبول نمیشه، مال یتیم و بیوه را میخوره، دعای ما قبول نمیشه. از کجا؟ این که خدا از آسمان سنگ بر سر ما نزده، شکر الله را بجا بکنیم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میگه کسی که مال حرام را جمع میکنه با چی میکنه؟ صدقه میده که ثوابش را میگیرم. خیلی ها بودن حرام جمع کردن باز خیرات میکنن، خیرات های کلان کلان. رسول خدا فرمود انفاق در راه خدا میکنه، با او حج بیت الله میکنه، با اون دلها را به دست میآورن، کل اینها جمع میشود، مراسیل امام ابو داود میآورد، کل اینها جمع میشود، این انسان رو روز قیامت داخل جهنم الله میاندازد. این انفاق کرده، صدقه کرده، مسجد ساخته، مدرسه ساخته، اما از حرام. الله جل مجدو این انسان رو روز قیامت داخل جهنم می انداز.